هموطنان عزیز و گرامی، سلام و درود بر شما. اینک در آستانه 44مین سال رویداد کودتای 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی قرار داریم. کودتای 26 سرطان در کشور ما نقطه چرخش بزرگ تاریخی است. برای نخستین بار نظام سنتی قدیمی تاریخی میراثی شاهی در وطن ما سرنگون شد. این کودتا از همان نخستین روزهای پیروزیش کنش‌ها و واکنش‌های مختلف مخالفین و موافقین خود را با خود همراه داشت. باقی‌مانده‌های نظام سلطنتی، هواداران رژیم شاهی امتیاز باخته که منافع خیش را در نتیجه پیروزی این کودتا از دست داده بودند و همچنان نیروهای افراطی مذهبی و اسلام سیاسی، کشورهای منطقه به ویژه پاکستان و ایران آن را قیام و پیش درآمد برای نفوذ کمونیست ها و نسیم از ماسکو خواندند. نیروهای چپ به ویژه احزاب طرفدار شوروی یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در نخستین روزها از آن استقبال کردند. برخی پیروزی نظام جمهوری را تسلیه گروه‌های اخوانی در احزاب سیاسی افراطی خرابکار در خارج کشور یعنی در کشورهای همسایه و فوندامنتالیسم و فناتیسم مذهبی و سرآغاز کودتابازی و فروپاشی نظام آرام سیاسی کشور می نامند و می دانند. اینک یکی از شخصیت‌های بزرگ و کلیدی نخستین کودتای ریاست جمهوری جناب دکتر محمد حسن شرق را خوشبختانه با خود داریم. دکتر صاحب شرق گرامی، خوش هستیم که شما را با خود داریم و سپاس میکنیم از اینکه شما لطف کردین و با وجود همه مشالفت های زندگی دعوت ما را پذیرفتین و امروز یک صحبت تاریخی به مناسبت 44مین سال روز تأسیس جمهوری، نخستین جمهوری در افغانستان با شما داریم. تشکر از محبت شما. اما باید داشته باشی کسی که امروز شما را صحبت میکنه بله 93 سال خزان و زمستان و بهار و تموز زندگی را پشت سر گذاشتنده. بله بسیاری چیزا را حافظه امروز نیست و کمک نمیکنه و چیزی هم سن ما رفته رفته فراموشی و زیاد شده. شاید نتانم چیزایی که شما میخواین بگم. بله اما آنچه که واقعیت داره این نظام تحت رهبری مرحوم محمد داود شهید به نیت پاکی که چگونه مردم افغانستان بله. فرد فردش سرنوشت خود خودش تعیین کنه بله. و هر کسی بتانه و هر شخص در داخل افغانستان بتانه که در تعیین زعامت کشور خود بله. حق تعیین شدن و حق تعیین کردن داشته باشه بله. نه قومی باشه، نه قبیله، نه مذهبی، نه آینی، نه سمتی، نه شمالی، نه جنوبی بل. فقط یک ملت واحد باشه به نام افغان و مسلمان. بله برای این مقصد بل. نظام جمهوری به وجود آمد تا هر فرد ملت افغانستان خود فکر کنه که حکومت از اوست، زعامت از اوست، مملکت از اوست، کسی نگاهی که بشه احمد و بشه محمود با کمال تأسف بله این آرزوهای ما همگی به جای خود نرسید. بله ما به این مناسبت به روح پاک بله.
مرحوم محمد داود شهید بله که بانی و مؤسس و بنیانگذار این مفکوره در افغانستان بود بله تقدیم میکنم و به رفقای همسنگرش که جانهای شیرین خدای را داد دعای مغفرت میکنم با اونایی که زنده است سلام و درود خدا میفرستم سانی که زنده است دل میخواد که چند تا یک مانده نامش بگیرم بله که دوست عزیز ما پاسوگل وفادار ضیا مجید عبدالحمید معتاد بله و یکی از دوستای بسیار شیرین و محبوب و دوستانشنی ما خان آقا سعید بله در تاسیس جمهوریت نه تنها سهم داشت که امروز در دفاع جمهوریت هم بیچاره شب و روز جان میکنه بله تقدیم کنم از بازماندگان مرحوم محمد داود با کمال تاسف کسی که ما بشناسم نیستن و یک نواسه شما بشناسم بله داود نام داره داود محمود غازی و واقعا که این نه تنها نواسش هست که از طفولیت تا وقتی کلان شدی همراه مرحوم محمد داود بود بله و به روزی که اعضای خانواده جناب به شهادت میرسیدی هم به اون صحنه حاضر بودم بله چند زخم هم برداشته و زنده مانده بله امروز بروام سلام و احترام خود خدمت شما تقدیم میکنم امیدوار هستم که او بتانه بله برای مردم خود مستر یک خدمت در افغانستان شد باز هم میایم سر مسئله کودتا شما خواهی یکی از طراحان دست اول امی کودتا بودین باز هم اگر معجز امی انگیزی از این کودتا را که چگونه برای شما پیدا شد چی وقت پیدا شد اگر میره قصه کنین و کدام زمان اگر شما فکر میکنم که چندین باری را ما با مصاحبه های خود گفتم باز هم بهتر است که یک مرتبه دیگه را تکرار کنم بله که ما به سال 1330 وقتی که ما محمد داود شناختم بله از چیزهایی که او میگفت بسیار چیزا بود که چطور پلان پنج ساله در افغانستان بیا چطور نوزت نسوان در افغانستان بیا بله. چطور سیاستی بیطرفی افغانستان را باید مطمئن کنیم یکی این بود که چطور ما رای را پیدا کنیم که قدرت از خاندان ما بله. به ملت انتقال کنه بله. یعنی شاهی باشه شاهی مشروطه بله. مردم حزب داشته باشه خودشان حکومت بسازه حکومت بره بله. بروی اساس وقتی که پلان پنج ساله اول و دوم به پایان رسید محمد داود یک پیشنهاد کرد به حضور اعلیحضرت بله. که نال وقت و زمان او رسیده که ما به جای پلان های اقتصادی حال یک راه تحول اجتماعی را در افغانستان بریم بله. تا مردم خودشان سرنوشت خود تعیین کنند بله با این چیزی که او پیشنهاد کرده بود حالا لطه کسایی به کتاب های ما دیگر نوشته شده والا بسیار کشال است که اینجا ما بحث کنم برای اون متاسفانه بله. همین در قانون اساسی که شاه ساخت بله. طوری آمد که تمام صلاحیت ها به سلطنت آمد به مردم هیچ بله. یعنی حزب میتونستین شما بسازین اما حزب صلاحیت دین ندارد که حکومت بسازه بله. ولازا حزبی که حکومت نسازه برای چی مبارزه کنه یک چیز بله. بیمانا بود بله. چند سال اول تقریبا 7-8 سالی که گذشت محمد داود دهی بار چیزی نگفت و پسانه که بسیار گپ به جایی کشید که تقریبا دموکراسی به شکل یک انارشیزم و خودسری و وکلا و هر چیز پیدا شد بله. نیز یک روز مرا گفت که من تجاربی که دارم و خاندان خودا که من میشناسم اینا کسی برادر از قدرت دست بردار نیستن بله فلازا بیتری نیست که ما رای را جستجو کنیم که اگر خدا بخواهد که به جای تعویض قدرت ما انتقال قدرت دیگه مردم خودش سرنوشت خود بفهمد بله. و این یگانه را رای جمهوریت است و جمهوریت بله به این شرایطی که ما میبینیم که از رای حزب به حزب بازی نمیشه بله دیگه تجربه تاریخی هم به تمام جاهای دنیا نشان داده بله که سلطنت نه به روی رای گیری آمده نه به روی رای گیری رفته بله همین قوای مسلح بوده که شکل مترقی را گرفته بله سلطنت به شاهد به جمهوریت تبدیل کرده بله. و شکل ارتجایی را گرفته که مردمی را گرفته به سلطنت تبدیل کرده ما سر این فکر بله این که بعضی کسا فکر میکنه که ما چی رول داشتیم ما چی سم بله ما باید از به این اعتراف کنم که در مقابل اونا همین بعد بیت سعدی صاحب بیاد میامیشه که میگه بله گل خوشبوی در حمام روز رسید از دست محبوب به دستم بله. با او گفتم با دو گفتم که مشک یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم
ولیکن مدتی با گل نشستم. جمال هم نشین با من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. ما به دوستی از او همیشه ما افتخار کردم به اینکه ما شناختیم که او منافع خاندانی خود، منافع شخصی خود، همه چیز قربان افغانستان میکرد، میخواست که بکنه و عملا کرد. بله. یعنی او ثابت کرد که افغانستان رو دوست داره. فراز نظام جمهوری برای این مانده شده. بله. که تا مردم بتونه که رای خود خودشون پیدا کنه، خودشون سرنوشت خود. با کمال تاسف. بله. که بعد از سرنگونی رژیم جمهوری به شما معلوم است که دیگه افغانستان حاکمیت ملی نداشت. بله. و کشورهای خارجی برای ما رئیس تعیین کرد، وزیر تعیین کرد، صدر اعظم تعیین کرد. و علاوه بر او وقتی که در قانون اساسی جمهوریت شما بخوانید اونجا نوشته شده که کی میتونه رئیس جمهور شود. بله. با اونجا نوشته شده کسی که افغان باشه و مسلمان باشه. بله. و برای از اینکه در افغان بودن مسئله قبیلوی به وجود نمیاد، هم به قانون مدنی و هم به قانون اساسی تذکر رفته که افغان شخصی است که 10 سال در افغانستان سکونت کنه و تابعیتش داشته باشه. بله. یعنی هیچ به قبیله و چیزا ارتباط نداره. با کمال تاسف زمان روسا وقتی که جمهوریت در افغانستان آمد شکلی تغییر کرد. بله. رئیس جمهور مربوط به خوب یک به قبیله. بله. 4 تا 5 تا معاون برش ساخت، هر کس به حق قوم. بله. و این نظام تا امروز آمده و این نه با اساس جمهوریت افغانستان است نیست و یک علامه بدبختی افغانستان است. پس مسئله هم قوم است و هم مذهب است و هم نژاد است در کسی میاد. تا روزی که مردم افغانستان واقعا خودشان زمامدار خود خودشان تعیین نکنه، خدا کنه که معاون رئیس جمهور، رئیس جمهور کلش از یک قوم باشه، 10 نفر باشه، اما مورد قبول مردم باشه، مردم به او رای داده باشه. مردم میگن که در رژیم جمهوری تبعیض نژادی بود، مردم میگن که رژیم جمهوری وقتی که آمد به یک رژیم شاهی جمهوری تبدیل شد و یک دیکتاتوری بود. شما در این مورد چی میفرمایید، چی میگین؟ یعنی میگن که مثلا رهبر کودتا مرد بسیار متعصب و نژاد پرست بود یا به صورت مشخص قوم پرست بود، یا ای که میگن یک اتاز بود و دیکتاتور بود و این و آن بود. در این مورد شما چی؟ من نمیفهم که اگر کسی بله یک کتاز باشه و قوم پرست، بله، چرا او سلسله قومی خود را برهم بزنه؟ بله. یعنی او همه قدر نمیفهمید که وقتی که جمهوریت آمد فرض میکنم خودش هر قدر که یک کتازی میکرد، بله، پایان اجو خموردن بود، نی؟ بله. باز به قومش میرسیدی؟ بله. ما وقتی میتونیم یک کسی رو قوم پرست کنه که سنگ تعداب و چیز رو بگذاره که باز پشت سرش قومش بیاد. اما کسی که این از بین میبره که دیگه قوم و قبیلی شرک به نام هر قومی کسی، بله، به نام هر قبیلی کسی بدون آرای مردم نتوانه که بیا، آیا شما این میتونه نجات پرست بگوید؟ دیگه من بر شما بگم که بله تمام مردم این ملامت میکنه که نمیفهم چند تا بچگک آورد دیگه و دیگه. بله. بعد از اینکه من رفتم به ژاپن، بله، این چطور نجات پرست بود؟ من تا جایی که میفهمم خب سید عبدالله معاون رئیس جمهور بود، سید بود. بله. سید وید عبدالله سید بود. بله. که اینا هم گروپ مخصوصی هست که میگن، نی؟ بله. عبدالقدیر نورستانی نورستانی بود. بله. غوث‌الدین فایق از چاریکار بود. بله. اینا هم هیئت رهبریش بود. ما بین نژاد از کدامش بوده شما او رو به من بگوید که کدام از پشتون بوده یا کدام از قوم از قبیلیش بوده. بله. هم صاحب مختار قوم قبیله از کدامش بوده. بله. برادر ما وقتی که میخوان که یک مملکت خراب کنن، بله، یکی از چیزهایی که به چشم دشمنان شما خوار است مسئله وطن پرستی و ملی بودن است. بله. ملی بودن، بله، نه غربی خوش داره نه شرقی. بله. سر هر نظام میتونین که شما هر کار بکنید، سر بیترین ملا میتونین بیترین خیانت بکنید. بله. سر بیترین جوان بر روی عقیدش میتونین بیترین خیانت بکنید. بله. اما سر یک نشنلیست نمیتونین. بله. فهمیدی؟ فلاحظا، بله، یک نشنلیست باید برزباین. بله. چگونه از بین بره که به طبقه جوان، بله، این زینت را بنداده بدون که شما خدا واسه منه که اینجا نژاد هست یا نیست. بله. فهمیدی؟ بزنه که نژاد پرست است و دیکتاتور است و خودخواه. بله. به دست ملا بدنه که نیبا و اینا غلط میگه، یک کافر مطلق کمونیست روس. بله. از دو جنا ایش که امی علازرت امان الله خان هم بانوزت رفت، این فکر نکنین که او را ارتجاز زده. بله. او را نیروی جوان از این مملکت زده.
دو دفعه سرش کودتا کرده، سرش فیر کرده، سر امان الله خان به مجلساش اشتراک نکردن. همین جوان مملکت بود که دست ارتجاع را گفت سر افغانستان آور سر شان. از این خاطر است که اینا شما خود شما قضاوت کنید، عملی را که ما انجام دادین به چشم خود ببینید. که ما آیا ورسیم این عملی که داریم، قانون اساسی که ما ساختیم، قوانینی که ساختیم، ما بین وجودان شما میتونید که تبعیض نژادی را پیدا کنید یا نمیتونید؟ عمل کار را که ما انجام دادیم در مملکت خود، آیا کدام کار ما را میتونید، کدام پروژه ما را نشان بدین که این فقط به نام قوم بوده، نه به نام منافع ملی مملکت افغانستان؟ از این نقطه نظر ما از دو جهت گله نداریم. چرا چیز پف شده، اینا هم پف کردن. اما اگر شما کدام سندی پیش شما باشه در این باره که ما نجات پرستی کردیم یک قوم سر قوم دیگه ترجیح دادیم، بفرمایید که ما بگویم برای شما. یعنی هدف شما ایست که در ترکیب حکومت و دولت شما مسئله شایستگی مطرح بوده، از هر قوم، نجات، هر کسی که شایستگی امو کرسی رو داشته امورا؟ من نمیگم شما بگویم، من نمیگم که شایسته بودیم. بله. ما به شایستگی خود نمیگیم، اما شما میفهمید که در یک کودتا شناخت بورده بس است. بله. کی امرایش سهیم میشه در یک حزب ما میدوره است. بله. به هزاران نفر از ما کرده شایسته تر و لایق تر بوده در افغانستان، اما امرای ما سهیم نبوده. شکست نفسی میکنین دکتر؟ نه، راستی برای شما میگم. بله. از رفقای ما کرده شایسته تر، در بین خود رفقای ما از ما رفقای شایسته تر داشتیم. خب ما متاسفانه به این وقت نرسیدیم که ما بین شایسته و غیر شایسته با وطن تمیز کنیم، کمشید از بین. خب دکتر صاحب، یک تعداد مردم، البته یک تعداد میگم، یعنی که مخالفین رژیم و بخصوص مخالفین داخلی در وجود فوندمنتالیست های مذهبی و افراطیون و عذاب و مجاهدین و ایگپا اتو ادعا میکنن که این کودتا به مشوره کی‌جی‌بی و جی‌آر‌ای و یعنی سازمان استخباراتی نظامی روسیه یا اتحاد شوروی وقت صورت گرفته و انجام شده. شما در این مورد چی میفرمایید؟ ما برای شما بگویم که یک جمله سوالی است که کسی پیش ملا نصرالدین رفت. بله. گفت ملا صاحب مرکز زمین در کجاست؟ بله. گفت این جایی که میخ خراب زده شده. بله. گفت برادر کلیت خراب شده، این میخ مرکز زمین است که میخ خرده. گفت اگه دروغ میگو این گزی میدان. بله. گفت بله. از شما این سوالی که شما میکنید عینا گپ ملا نصرالدین است که میخ خرش زمین جاست. بله. اما قربانشون دولت اتحاد جماهیر شوروی دیروز سقوط کرد. بله. و دولت لیگ آمد. بله. تمام اسناد و اشعارش فاش شد. فاش شد، بله. کدام جای کدام سطر شما دیده باشید که در حکومت اتحاد جمهوریش نه تنها که اشتراک نکرده، بله، که لااقل اطلاع قبلی داشته بوده باشه؟ تاله کدام کسی نشر کرده؟ تاله بر نخورده بچنین سلام. بله. وقتی که نظام جمهوری در افغانستان آمد، بله، این نظام جمهوری، بله، مطابق و موافق، بله، بعضی از کشورها خصوصا کشورهای غربی نبود. بله. فلاحظا باید این نظام از بین می رفت. بله. اما پیش آمد مردم، بله، و حمایت مردم، بله، و عکس العمل مردم در افغانستان، بله، چیزی بود که همه را نامید کرد. بله. اگر به یاد شما باشه. با کلی باید. بله. یعنی مردم استقبال کرد از اونجا. بله. که شما می فهمید که در اونجا مسئله قوم نبود. اگر مسئله قومی بود باید پشتون ها نمی آمد در اونجا. چرا؟ بله. پادشاهشان بودی؟ بله. اما مردم افغانستان مردم نشنالیست و وطن پرست است، پشت قوم نمیگرده، اینا را آر ساختن برای ما. بله. وقتی که فهمید که منافع مردم در روز تمام اقوام افغانستان بلای استثنات جمهوریت استقبال کرده. بله. فلاحظ جمهوریت از بین بردن کار ساده نبود. بله. اما میتونست که ببره کی را؟ عواملی که جمهوریت به وجود آمد از بین ببره. بله. ما گروه رفقای دستی که ما داشتیم به خیر یک دو نفر که مردم میشناخت دیگه تمام صاحب منصبای بود گمنام بود که نمیشناخت. بله. و هر توپر شما میتونستین به جان اینا بزنید. بله. فلاحظ کوشش کردن که خلای زامت در افغانستان بیارن. بله. که در خلای زامت بتونن پس از سلطنت دوباره به افغانستان بیارن. بله. گفته تانستم. بکلی. بله. از این خاطر ما رو همقدر توپر زد که خود ما جرأت نمیکردیم که برید مامور مسجد میگفت ما رو ملا سنگسار میکنن. بله. اما خوشبختانه
که نه دیروز، نه امروز و نه فردا. بله. من یقین کامل دارم و به ایمان مطلق به شما میگم که در سر وطن پرستی ما یک سطری که انحراف کرده با شما از منافع مملکت خود نه در روس نه در امریکا کس پیدا نخواهد کرد. بله. از این خاطر یک گپ بلکل بی‌معناست. قطعا روسا ایش کمک امرای ما نکرده. روسا همه رقم بیخبر بوده که ما کودتا کردیم که دیگر را هم. بله. بسیار خوب. یعنی هدف ما این است که در تبلیغات دشمنای رژیم جمهوری در داخل خوب جانانه شما تشریح کردین. ولی تو فکر نمیکنین که ریشه گرفته باشه از خارج، از مثلا کشورهای همسایه؟ خب ما باید پیشترم گفتم که متاسفانه که عناصر ملی و وطن پرست خوش نداره کس. بله. با تمام دوستی و نزدیکی هایی که ما با روسیه داشتیم، بله. بازم یک کمونیست که بهش میرفت ترجیح میداد سر یک ملی وطن پرست. او یک ایدئولوژیش بود. فرض میکنم ما مسلمان هستم، اگر هر قدری که بگم تعصب ندارم، بله. بازم مسلمان خود ترجیح میداد سر یک کسی. بله. از این خاطر من گمان نمیکنم که گمان میکنم که در اینجا همه گی تبلیغ داشتن. بله. فرض میکنم یک دسته عناصر ملا طلب و دگا و دگا وقتی که به ضد ما خیست، بله. ما کمال تأسف بله. که جوانای وطن پرست ما یا به نام خودشان به نام مترقی و دگا و دگا به ضد ما شبنامه چاپ پخش میکرد. بله. از یک طرف ما همراه اخوانی مشیخن بودم جنگ میکردم که از پاکستان میامد. بله. از یک طرفی پشت سرم خنجر میزد. بله. حالا که باید ولو که ما به ضدشان میبودم. بله. در این وقت ما دشمنشو میزدم باید در پالو استاد میشد. بله. افتاد توانستم. بله. از این خاطر است وقتی که یک کسی که نشانست می باشد در مملکت خود از هر دو طرف می خورد. ما را هم نه تنها این افغانستان است. برای شما بگم که سکارنو را در اندونیجا به این شکل از بین بردن. بن بلا را این را بردن. دکتر مصدق سوانیش را بخونید. به این شکل از بین بردن و ما هم. بله بسیار خوب. گفتیم که نیروهای چپ هم از پشت شما را خنجر می زد رژیم شما را. و اتو فکر نمی کنین که نیروهای چپ اتو ادعا می کنن که در اواخر نظام یعنی در سالهای چهارم و پنجم رژیم یک چرخش بنیادی به سمت قسمی که میگن البته به سمت غرب کرد و اتکا کرد به کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان و بخصوص عربستان سعودی سفر جناب محمد داود به کشورهای عربستان سعودی ایران و پاکستان و همچنان اینجا یک مسئله جالب دیگره که من خدمت شما بگویم که امی تلگرام سفیر امریکا رابرت نیومن در مورد مراجعه وحید عبدالله به نمایندگی از جناب داود خان به دولت امریکا و درخواست نظر امریکا در رابطه با دوباره به قدرت رسیدن سردار محمد داود اسناد است که پخش شده شما میفهمین و در اونجا تر میگن که محمد داود پیش از این کودتا میخواست که نظر امریکایی ها را در این مورد بفهمند. شما در این مورد چی میفهمید؟ ما اول این سوال شما دو جنبه دارم. من سر دی یک چیز ما میگم. بله. از سال 1333 بله. اولین قراردادی که افغانستان همراه روسیه شوروی کرد بله. نمیفهم 1.5 میلیون دلار بود یا 3 میلیون از یادم رفته. فقط یکم میفهم که بر سرکای شهر کابل بود. بله. که قیر شده. بله. چرا در افغانستان سرک قیر وجود نداشت. بله. و یک سیلو مرکزی ساخته شد. بله. به سال 1334 بود که پخش امی مناسبات نیم و نیم کلیم با شوروی که امی دیگه پران را داشت که داود خان نامش شاهزاده سرخ ماندن. بله. مثلا بسیار نمی پیشم. بله. از اون سال تا بالا فکر می کنم 63 سال میشه. بله. 63 سال میشه که ما توپه می خونیم که ما از کیجیبی هستیم. الا بله که شما آخر هم یک سند پیدا کردین از امریکا. بله. شما باید به من سند میکشیدی برادر که تکتو در کیجی بیستی؟ بله. آره خوب، آل آمدی بازم که می سندی کشیدی خانه تا بود. بله. و همی بسیار خوش شدم از این سند. بخاطر از اینکه ما همی کتابی که من نوشته کردم. بله. به این روزا که و هم بله. کتابی که به سن 92 سالگی و خلاص شد. بله. بله. فهمیدی؟ یک پیرمرد 92 ساله کتاب نوشته کنه و از اولش اولش که غلط هست تا آخرش. خدا میدونه کد مطلب. ما این کتاب شما را خواندیم جناب دکتر و عقایق بسیار جالب خوب به هر صورت تقریبا بله. در این مورد باز دیگر صحبت میکنیم بله حالا که سند آمده در باره وحید عبدالله بله شما اگر تاریخ از این بخوانین 21 حوت 1350 است بله که وحید عبدالله رفته بله ما به 21 حوت
و اینجا نشته کرده که داود و نعیم. بله. من دیگه شما نمیفهمم. اینقدر من میفهمم که نعیم خان در 10 سال بیکاری داود خان در سیاست قطعا امروش کار نداشته. بله. نه در کودتا اطلاع داشت و نه در فعالیت های شاشی. او یک مطلق نامید شده بود از مردم، یک نوع بددینی پیدا کرده بود. بله. چرا بیترین کسا رو به بیترین جاها رسانده بود. بله. اما وقتی که چپگرمک شد دروازی خانه شکست تک نکرد. از این خاطر او یک نفرت عجیب غریب پیدا. اینجا نوشته کرده که داود و نعیم دو پاراگراف داره. بله. خوب شد که خیلی تشکر که شما یک روز پیشترم برای ما گفتیم که من پرسان کردم که یک سوال نو داری. بله. ما آمادگی بگیرم شما گفتیم نویره. بله. من ایره پیدا کردم. بله. این دو ملاقات داره با سفیر امریکا. بله. در یک ملاقاتش نوشته است که اگر داود به قدرت برسه نظر شما چیست؟ بله. فهمیدی؟ تا حد این گفته رو من تایید میکنم. بسیار. و دلیلش هم به شما میگم چرا. بله. به سال 1000 ما که وقتی که مرحوم داود خان که اراده کرد، البته اون محبت داشت، من فکر میکنم که ما نفر دوم بودم که همین جریان کودتا رو برای ما گفت. بله. یعنی در طرح کودتا ما دو نفر بودیم، بعد در رهبری کودتا میاهای پادشاهگل وفادار و دیگه بوده اینا در رهبری بودن. بله. مرحوم داود خان این تاریخ ها از یادم رفته، اما میگم باز شما میتونید کسی رو برداری کنید. به یادم نیست که بعد از این تصمیم بود و پیش از این تصمیم گفت که ما هم یک چیز بود به دلم گشته، گفت من فکر میکنم همی تمام این اخبار ها و حزب ها کس ما رو دو میزنن. بله. از چپ و راست و متوسط و ابل ما رو دو میزنن، بد میگن داری ما رو دیکتاتوری و ابل. اما تا جایی که ما مملکت افغانستان میشناسم بین بل. مردم کابل و جوانشون مردم اطراف بسیار فرق است. بله. من میرم به یک شیحات میرم. بسیار خوب. خب این تقریبا بر یک شیحاتی که از چاریکار و بامیان شروع و میمنه رفت یک دورو از راه قندهار و اردک آمد تقریبا یک ماه و یک مفکوره و یک امیدواری عجیب و غریب بجز پیدا شده بود. برای من میگفت که کسی که در بتانه که به این مملکت خدمت کنه و خوب باشه خیانت میکنه. چرا این ملت به او اندازه گفت قدر شناس است. بله. که اگر یک سنگ سر سرکش پیدا کرده باشه 2000 نفر میام تو. به همه رقم بود، به هر دیو قریه که من رفتم غیر قابل باور برم بود. کسی هم که رفته بود فقط یک نفر، نفرش بود یکی آصفان قماندان کسی بود امروش بود. بله. یکی هم یک ناظر داشت کریم. بله. او و خودش. بله. همین 3 نفر رفته بود دوری افغانستان، نه گارد و نه بودی. بله. دوم عبدالرضا خان ضیایی. بله. معین وزارت خارجه بسیار بر داود خان اخلاص داشت. بله. و او یک شاگرد داشت امی سید عبدالله. بله. که پسان معین وزارت خارجه. بله. واقعا که سید عبدالله هم در 10 سال بیکاری داود خان فوق العاده داود خان حمایت میکرد. سید وید عبدالله. ما و دیگر نمیفهمم. بله. یعنی بر داود خان یک عشق عجیب و غریب داشت. بله. عبدالرضا خان از داود خان پرسان کرده بود که وقتی که ما همین سفیرها رو میبینیم دیگه و دیگه. بله. اکثر از ما پرسان میکنه هر روزی به شخصیت ها از شما پرسان میکنه که چی کار میکنه. بله. به خانه خودشیسته چی هست؟ بله. داود خان برش گفت که میفهمیم ما میگیم برش که خب مطابق قانون اساسی خودش کار کرده نمیتونه در خانه خود افتاده. بله. داود خان گفت نه اینا دیگه چیزا رو میخواه. بله. از اینا پرسان کن که بگو اگه فرض کنه که می صدر اعظم می بود باش شما چطور می بودی؟ گپ می بره فهمید؟ بله. امی زینت از اینا رو گفت باید ما بفهم. این رو به وید عبدالله گفته. بله. امی آدم. و وید عبدالله که رفته سوال اول خودم کرده به می چیز که اگه داود به قدرت برسه شما چی می کنید؟ کت امریکایی ها. کت امریکایی ها. بله. کت سفیر امریکا. کت سفیر امریکایی ها شاید که 10 سفیر دیگر هم دیده باشه. بله. فهمیدی؟ ای که با خانی از این رفته بسیار امکان داره که وقت دعوتام که میده زینا پرسان میکرد اینا گفته باشه. میمانه در فقری دومه وید عبدالله. بله. که گفته ایره من فکر میکنم که بسیار از پیش خود گفته. به خاطر از اینکه یک چیز اینجا نوشته شده که به سفیر امریکا میگه که اگر داود خان به قدرت برسه. بله. داود خان برای ما گفت شما از اونا پرسان کنید که استقلال ما رو حمایت میکنه یا نمیکنه. بله. استقلال که وجود داشته. بله. شما میفهمید که استقلال حمایت کردن از یک طرف خارجی معنی تحتیل حمایگی را داره. بله. و داود خان از آدم هایی نبود که به قدرت نارسیده سند بده که بیامون تحتیل حمایت میشود تو مرا به قدرت برسنم. بله. این رقم شاجع آوری بود. بله. یا غیر از ایمان آمیده ای؟ اما ترمان آمیده. بله. فلحاظا از این خاطر است که اگر شما خوانده باشین که سفیر امریکا نوشته میکنه که بله. گفته های آدم پیش شما قابل اعتبار نیست. بله. خودش نمیشته. خواندین؟ بله. بله بله. گفته‌هاش قابل اعتبار نیست.
و آمدن داوود خانم امکان نداره، چرا که در کودتا بحث نیست اینجا و جای دیگه نوشته میکنه که داوود امکان نداره کودتا کنه نسبت به رشته و روابطی که داره، روابط خانوادگی. بله، فلحاظ اینجا معلوم است که درباره کودتا اینجا هیچ بحث نبوده. بحث نبوده، درست است؟ نظر به گفتی خود سفیر آمریکا. بله بله. از این خاطر او یک مال یک گفته چیز است که این دلیل از این نداره که سفیر آمریکایی رو بله گفته تانش میره. بسیار خوب، یعنی شما اینطور میخواین بگوین که از اصولا مراجعه وحید عبدالله صورت گرفته با سفیر آمریکا، اما در مورد از این که کودتا صورت بگیره یا دوباره به قدرت رسیدن سردار داوود اصلا چیزی بحث نه اصلا خودشون رد کرده ایره. بله، خود سفیر آمریکا رد کرده که من گپ میادم باور اول تا گپ اولش نه. بله، گپ اولی که گفته اگر داوود خان با قدرت رسید شما چی میکنی؟ بله، این بعد دفعه دوم بازی میره خانه سفیر آمریکا نمیره، این دفعه کاتب میبینه. برازو میگه که این چیزا را اگه شما به ما بگید چی میگه که این شما بیشتر کشال میشه از حکومت خود پرسان گفته تو که ایره من به شما میگم که قطعا گپ داوود خان نیست. بله، و همو گپ اول است که ما بر شما گفتیم در مورد درخواست همکاری استخباراتی سردار داوود خان از امریکا در مقابله با گروه های مخالف ضد رژیم جمهوری، شما چی میگین در این مورد و ملاقات داوود خان با هنری کیسینجر وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که جریان شما مفصل میفهمید که حتی جریان متاسفانه که ما یک عکس ما و خانمم بله امروی خانم کیسینجر در کابل بود که دارین حتما شما او را حالا اما برات خسته کنم باور نخواهد کردی. بله، عکس خانم شاله، عکس خانم کیسینجر. بله، همراه خانم ما هست. بله، امر خود کیسینجر نیست. بفهم چرا؟ نه تقریبا وقتی که ترکی سه اومد ما عکس ها رو قیچی میکردیم کار ما رو مفت کردیم. خب به هر صورت تقریبا مردم در وطن خود علاقمند است. در هر وطن انسان های بی علاقه هم وجود داره. بله، ما نمیتونیم که بگیم انسان های بی علاقه هم آل دست اجنبی هستن. بله، اما خط سیری که میگیره با اون خط سیری همون زمان برابری نداره. بله، هنوز جمهوری افغانستان دیوانه شده بود. بله، که یک تعداد علمای افغانستان با کمال تاسف اینا در جلال آباد جمع شدن. بله، و حکم کردن که خطبه به نام رئیس جمهور خواندن گناه است، کفر است، باید به نام پادشاه باشه. بله، خب اونجا که خیرخواهی پیدا شده بود که ملا سه وقتی که توی رو میگی خود درست این پاکستان هم خب اونجا رئیس جمهور اونجا که خود داره به نامش میخوانه. بله، خود همونجا خود مردم فیصله مقال میکنه و خوشبختانه پیش از اینکه ملای کار رو بکنه به روز دوم جمهوریت بود که مرحوم داوود خان مرا بود که فکرت باشه که ملا رو بخواین که راجع به خود به این آفت بده. ما به روز دوم جمهوریت جمعیت علمای افغانستان و کسایی که بود اونا گپ زدیم، اونا فتوا دادن که خود به نام رئیس جمهور خوانده شده میتونه. بله، نمیخوام که سر شما رو درد بیارم، اگه کسی میخواد که جیران کودتا رو ببینه اون کتابایی که من نوشته کردم کلش نوشته شده. بله، اما به صورت خلاص برای شما میگم. بله، که یک کودتا به مای سنباله شد. بله، به اخیر سنباله. بله، و یک تعداد علمای زیاد افغانستان در بین شهید بود. بله، هدفتان از علما دیگه می ملا هاست، بیشتر ملای دیوبندی، بیشتر ملای دیوبندی. بله، جمعیت علما شده بختار نبود یا نمیفهم از این را نبود، مطلب ملا ها ما بین همی کودت های اول شامل بود. بله، خدا به عمر دمرون داوود خان گفت که فکر شما باشه که ملا هست امر از اینا، اما اینا را نگیرین غیر یک دو نفره. بله، چرا این به شما شکل مذهبی میده؟ قطعا این کودت ها ساخته شده برهیمی. بله، اگه برد اگه نبود شکل مذهبیش از شما بده. بله، ما ملا ها چیزی نگفتیم. بله، اما چی را این ملا چی میگفت؟ وقتی که مرحوم داوود خان، وقتی که جمهوری در افغانستان اعلان شد، بله، یک تعداد اخوانی های از افغانستان فرار کردن به پاکستان رفتن. بله، وقتی که اینا در پاکستان رفتن، بله، برای ما که اول داد فکر میکنم 20 در ماه اسد داخلاش بود. بله، که علمای پاکستان، بله، خصوصا جمعیت اسلامی و یک حزب دیگر هم نمیفهم علمای اسلامی و امتشار پاکستان اینا فتوا دادن که حکومت افغانستان و ریاست جمهوری اینا کافر است و مربوط روس. بله، و جهاد در مقابل اینا رو باشه. بله،
یعنی اندیشه جهاد برای اولین دفعه موقع ایجاد شد. به جهاد اینا داده. بله. یعنی علمای افغانستان امر جهاد به ضد ما نداده. خب. اما علمایی که در مابین این کودتاها شامل شده، بله. امر جهاد به استناد جهاد علمای پاکستان داده. پاکستانی، بله. درست است؟ ما نمیگیم خدا اینو خواسته اینا کم ضد ما کودتا کرده اینا پاکستانی بوده. بله. چون ما سند نداریم. بله. اما اعلام به استناد از اما جهاد پاکستان بوده بله. و بعضی اسناد دیگه هم پیدا میشد که پاکستان ها دیالاقه به این نبوده بله. با کودتای دوم باز تعداد ملاهای بود امی کودتای اول دکتر صاحب درابریش کی بود از کی بود اگر میگه خب. کمی وضاحت بسید خدا بیامرزه مرحوم میواندوال بود همراه بله. دگر جنرال عبدالرضا خان و جنرال امو مرسیار صاحب اینا سه نفر درابریش بود ادام شدند با ملاهایی که بود بله. کلانترین ملای افغانستان به نام مولوی سیف الرحمن بود بسیار اصلا اول او پیش حکومت مشکوک شده بود بله. در اثر پشت سر گذاشتن از او بازدگر ها پیدا شد بله. خب به هر صورت کودتا خونسا شد خونسا شد و کودتای دوم بود بازم بله. خوشبختانه هم رفقای ما تانست که کودتای دوم هم چند تا علمای بودن که مولوی غلام محمد نیازی بود خب از هم علمای مشهور بود مطلب بله. اینا همین ضابط ها را که برش پخش میکرد کتاب میداد و چیز میداد اینا کافر است بله در رأس از این دکتر امی غلام محمد نیازی بود بله. آقای فیضانی یک فیضانی بله میگفتن بله به نام استاد فیضانی بله اینا دستگیر شدن پشت سرش دیگه بسیار به رسوایی شد بله. رسوایی عبارت از این بود که از طرف پاکستان همه کسایی که رفته بود در پاکستان در وقت بله که وقت این نام و نشان نداشت بله که پسان نام و نشان پیدا کرد که اینا آمدن و به دو دسته تقسیم شدن یک دسته کودتا میکردن یک دسته اختشاش بله که اینا در روز اول به روز 25 سرطان 1354 بله. سر لغمان حمله کردن ولایت لغمان سر بله. پنشی سر فیض‌آباد سر خوست سر بله. لوگر یک جای دیگه بود بله. و پلان دیگه ای بود که به شب دوم شب 27 سرطان دعوت از طرف رئیس جمهور در کمپ که اینا سر کمپ حمله کنن بله خوشبختانه که اینا هم دستگیر شد بله وقتی که اینا دستگیر شد به تحقیقات نتیجه به جای رسید که دست پاکستان و دست ساواک در اینا داخل است هر دو مملکت بله در اینجا است که امی چی آمد که وقتی که پاکستان و ایران بله. با امریکا اینا یک اتحاد مشترک نظامی داره بله. و استخباراتی بله. فرهاد امریکایی هم دیگه شریک هسته بله. دو تا که باشه بله. باید وقتی که ما تبلیغ میکنیم باید نام امریکا رو بگیریم بله. مرحوم داود خان میگو ما با او درجه نرسیدیم که ما بله. امرای کل دنیا جبه بگیریم او را بله. معقول هم میگفت بله. و دیگه اگر ما نام امریکا رو به ما بینید داخل کنیم دیگه مطلق ما را که روش بگرده که به چه روش میشه بله. ما راهی را پیدا میکنیم که این امرای امریکایی‌ها به طرزی از اونا خواهش کنید که اگر ما که بفهمن بله از این خاطر است که وقتی که نعیم خان میره به امریکا بله به اون میگه که شما به مقامات امریکایی بگویید بله که شما استخبارات وسیع در منطقه دارید بله شما در هر تحول میتونید بفهمید نه یک مملکت کوچک اگر تحولی به ضد افغانستان بله و خرابی افغانستان به شما پیدا شد بر ما بگویید بسیار و این همکاری نیست نوشته کرده کمک استخباراتی شما مامنش بخواه انوانش همکاری داده مامنش کمک استخباره است و بعد داود خان در وقتی کسینجر میبینه واضح برش میگه که ما این کمک دوستانه شما را میخواهیم اما این دلیل این نیست که نقص سیاستی بیطرفی افغانستان باشه بله خواندین ما مکمل خواندیم این نمیست ترجمه آجندایی است که ایم کسایی که میگه که افغانستان به طرف غرب رویده ایم مشتی است که به دانش میزنه بله. که داود خان برای کسینجر میگه که این برام داله بله. که ما این کمک از خودت میخواییم بله. اما نه ای که نقص سیاست ما باشه یعنی چی؟ بله. یعنی اگر شما از ما بخواهید که ما به شما استخبارات کنم نمی کنم بسه. گفته تانستم بله. با حفظ استقلال و حاکمیت ملی خود یک خواهش دوستانه کرده ضمناً طرف مقابل هم فهمیده بله. که ما چی میخواییم بله. چرا خودش هم نگفته که شما با ما همکاری کنی بله. و هم به حساب فهمیده که امی کودتایی که میشه ما خبر داریم بله. از این خود خوب بله. گفته تانستم به شما فلحاظا بله. ای خواست یا خواست دوستان اما به کمال تأسف با وعده که آقای کسینجر کرده بله. دو کودتای دیگه شد که بازم علمای پاکستانی بود من نمیگم که امریکا خبر داشت عدم فهم بله. اما به امرای
یک توران جنرال خوب باش نام یادم بیه کودتا کرد بازم ما بین 20 ملا بود بازم اون فدوا بود با کودتای پنجم که ما سرش کتاب نوشته کردم که کودتای شیاب این در یک اسناد سفارت امریکا حالا جادم رفته دیگه خب پیری خودم ببخشید که من در کجا خوندم اما یقینی را خوندم که در یک اسناد سفارت امریکا در کابل در کدام جای نشر شده که ما از کودتای هفت ثور ما اطلاع نداشتیم اما ساواک اطلاع داشت بسیار خوب بله خوب گفتیم مرا فهمیدیم فهمیدم بلکل بله به نظر ما وقتی که ساواک اطلاع داشته بله اندیوال دیگه ما اطلاع داشته بازم ناجوانی کرد هدفتان از اندیوال دیگه؟ اولی کسایی که امراه دینا بوده دیگه بله فهمیدی؟ بله از دوست یک اشاره و از ما بسر دویدن فهمیدی؟ بله بازم بر ما اطلاع نداد که تا این کودتا شد یعنی میشد که اگر اینا پیشکی برای ما اطلاع میداد که طور گپش نمیشه باز کسی امینه که شما میخواهید ببینید کودتای هفت ثوره که آیا سرخ بود یا سیاه بود باز برید کتاب بخونید تلویزیون بهار از دکتر شرق یک بار دیگه سپاسگزار است که آمدن و با ما صحبت انجام دادن و باید خدمت شما بگویم که در بخش کامرا ادیتینگ و فیلمبرداری دوست و همکار بسیار خوب تلویزیون بهار جناب خالد صیغانی امروز بودن همکاری کردن و شما کارهای بسیار زیبا و خوب آقای صیغانی را در تلویزیون بهار همیشه شاهد هستیم از خالد صیغانی باز هم یک جهان سپاسگزار هستیم تا برنامه آینده شاد و صحتمند باشین روز شب شما خوش